انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها آنچه که باید در میزان 1394 هجری خورشیدی برگزار می شد، اما با گذشت 1 سال و 8 ماه حتی از زمان دقیق برگزاریش خبری نیست. حالا کمیسیون انتخابات در کنار هشدار و مهلت دهی به حکومت افغانستان، سخن از الکترونیکی شدن روند برگزاری انتخابات افغانستان سخن میزند. کمیسیون میگوید که در صورت مشخص نشدن بودجه انتخابات، امسال انتخابات شوراهای ولسوالی ها و مجلس نمایندگان برگزار نخواهد شد. به صورت تخمینی 220 میلیون دلار هزینه انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها پیش بینی شده است. اما پرسش هایی که مطرح میشه، واقعا انتخابات شوراهای ولسوالی ها و مجلس نمایندگان امسال برگزار خواهد شد؟ دوم اینکه نمونه های پیشنهادی کمیسیون انتخابات چقدر بجاست و همخوانی با جامعه افغانستان دارد؟ اینکه گفتم میشه اکثریت شهروندان افغانستان حالا بی سوادند و گزینه برتر در میان این نمونه ها کدام یکی است؟ من بیژن آریان هستم، میزبان این برنامه. پس از خبر بیشتر در همین مورد تا دقایق دیگر با آقای یوسف رشید بحث خواهیم کرد. آقای یوسف رشید، رئیس فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، اینجا با ما هستند و بیشتر در مورد آنچه که کمیسیون انتخابات اظهاراتی داشته و در این زمان اراده حکومت افغانستان و برنامه های کمیسیون انتخابات، اینکه چقدر این برنامه ها محتوای باید را داره و میشه با او انتخابات را برگزار کرد و چقدر کمیسیون انتخابات افغانستان موفق بوده، پرسش هایی است که در این برنامه بیشتر از آقای رشید خواهم پرسید و پاسخهایشون را خواهم داشت. خیلی خوش آمدین، ممنون که تشریف آوردین. آغاز بحث را از اینجا میکنیم. آقای رشید، اقدام کمیسیون انتخابات افغانستان برای استفاده از گزینه های الکترونیک سازی روند برگزاری انتخابات چقدر بجا میتونین؟ تشکر. سلام با شما، درود باشه و بینندگان محترم تلویزیون. واقعا اقدام خوب است که ما اگر از امکانات و فرصت های لازمه که موجود است و بر ما میسر است، اگر ما بتانیم به شکل خوبش استفاده بکنیم و طبیعتا برای یک هدف بسیار واضح و روشن که او عبارت از این که ما نباید در انتخابات آینده شاهد جنجال های وافر باشیم یا این که باز هم در حق آرای مردم به احترامی صورت بگیره و یا باز هم ما نتیجه انتخابات ما با بحران و با جنجال منظم باشه، طبیعتا که باید کمیسیون یک کار بکنه، چون کمیسیون مسئول است و پاسخگو است برای مردم. اما تا جایی که تا چه حد میتونه که بحث استفاده از تکنولوژی در یک زمان محدود بتونه ما شما را به او هدف برسانه، در عین حال چقدر کمیسیون آماده است و چقدر ما در جامعه هنوز او آمادگی و ظرفیت داریم که برای پذیرش ازی ما تمام چاره ها را در اختیار داریم، طبیعتاً که باز جای بحث دیگه خود داره. حال دقیقاً این پرسش ها مواردی بود که قرار بود یکی از مسئولان کمیسیون انتخابات را با خود داشته باشیم. با تماس های مکرری که با آقایان رفیع الله بیدار، کمیشنر کمیسیون انتخابات، و آقای گلاجان صیاد، سخنگوی کمیسیون انتخابات داشتیم، با تاسف که تماس خود را جواب ندادن یا تلفن خود را جواب ندادن و تماس ما پاسخ ندادن. اینکه پرسش هایی که واقعا متوجه کمیسیون انتخابات افغانستان هست، شاید در این برنامه حتی بی پاسخ باقی بمانه. بفرمایید. آمدیم در مورد تکنولوژی. ما چند چیز یادآور میشم که چرا در چند انتخابات گذشته ما رفتیم بسیار به طرف بسیط سازی و ساده سازی روند. فرض مثال در قسمت سیستم انتخابات، سیاسیون ما رفتن سیستم رای واحد غیر قابل انتقال انتخاب کردن، با وجود که یک سیستم فرسوده یا همون SNTV فرسوده، کمتر مورد استفاده در جهان و با مشکلات وافر عدیدی که داره که برای انکشاف دموکراسی اصلا اون مساعد نیست، او انتخاب کردن به خاطر اینکه مردم ما بی سواد هستن، ظرفیت سیستم های پیشرفته را ندارن که او را به کار ببرن و سطح سواد پایین تر است، بدون این سیستم ساده را انتخاب کردن. اما حالا سیستم چالش داره، میشه تغییر داره، حالا تغییرات در این سیستم به وجود میآید، سیستم الکترونیکی میشه،
سیستم الکترونیکی شدن سیستم با سواد مردم چقدر همخوانی داره؟ سیستم تغییر پیدا نمیکنه، سیستم به جای خودش، اما روش تغییر میکنه، روش الکترونیکی میشه. حال سوال اینجا خلق میشه که چقدر جامعه ما آماده شده که برن از یک سیستم ساده با روش پیچیده بر استفاده بکنن. ظرفیت در خود کمیسیون تا چی حد انکشاف پیدا بکنه؟ با وجودی که ما شما آگاه هستیم که اکثرا مسئولین با تجربه کمیسیون در سطح دارالانشا و افراد تکنیکی کمیسیون رو ترک کردن و رفتن و کسایی بودن که حداقل برای سیستم ساده و منوال و آماده شده بودن، خود ظرفیت تکنیکی در کمیسیون تا چی حد قابل پذیرش است؟ در عین حال مسئله ای که این تکنولوژی با کدام دید واریز میشه در پروسه، چه قسم می بداخل از سیستم حقوقی ما او را قبول میکنه، چه قسم امو پروتوکولای سیاسی ما به توافق میکنه که بالاخره اعتماد شکل بگیره، تا چی حد مردم آماده میشه در ظرف چند ماهی که با تکنولوژی و استفاده رای به اساس یک ماشین الکترونیک آماده شوند در قریه، در قصبه، در جاهایی که ناامنی است، در جایی که مردم بی سواد هستند، در جایی که هنوز قش از کلان انتخابات ما را یا بخش کلان انتخابات ما را خانما تشکیل میتن و کسایی که محدود هستند و مربوط هستند به ذکور اینان مثلا این به هر کدام از اینا بپردازیم یک یکی. کمیسیون انتخابات چقدر کارخانگی خود را انجام داده به نظر شما؟ کمیسیون در این قسمت کاری که باید میکرد، خب طرح را آماده ساختن، کمیته که به اساس یک پروتکل بین دولت افغانستان، کمیسیون و جامعه جهانی ایجاد شد و کار خود انجام دادن، راپور خود آماده ساختن. اما بیان بعد از راپور چی کار سرکده و در خود راپور چی کار سرکده گرفته؟ اولا کمیته که ایجاد شده بود، کمیته نتانستن که بالاخره به شکل گسترده این بحث بررسی بکنن، اینها نتانستن که مشورای اساسی و تکنیکی را با اوهاد مختلف داشته باشن، من جمله قشر سیاسی کشور، تا جایی که ما آگاهی داریم با احزاب سیاسی، با رهبرای سیاسی مشورا صورت نگرفته و هنوز هم بر اینها بسیار سوالهای موجود است که نباید موجود می بود. دوم دیگه با نهادهای مختلف سخن از صحبت با احزاب سیاسی زدن، حتی گفتن چندین بار صحبت کردن. تا جایی که ما آگاه هستیم، حداقل در دو سه برنامه ای که ما احزاب با خود داشتیم، احزاب سوالای عدیده داشتن و حتی انتقاد کرده همسر کمیسیون که ما چرا در این جلسات دعوت نشدیم و چرا با ما مشورت نشده. پارلمان حداقل این وکلا اگر خوب هستن یا بد هستن، اگر مشروع هستن یا غیر مشروع هستن از لحاظ ساختاری، اما کسایی هستن که احتمالاً کاندیدای آینده بر انتخابات ولسی شورا هستن، منافع و از راه مستقیم دارن، با اینها مشوره صورت نگرفته، با جامعه مدنی که مرتبط با انتخابات هستن مشوره صورت نگرفته. بنان از طرح ها صحبت میشه که کمیسیون میگه که ما طرح خود در مورد خرد ساختن ابزار انتخاباتی به حکومت سپردیم، طرح خود به قسمت تکنولوژی برای حکومت سپردیم، اما ماهایی که در این بحث کار میکنیم اصلا آگاه نیستیم. وقتی ما آگاه نیستیم، بنان مردم چه قسم آگاه باشه؟ پس حالا حکومت هم احزاب سیاسی هست، حکومت هم جامعه نهادهای جامعه مدنی هست و سایر کسا. دقیقاً. اول طرح صحبت میشه، من نمی‌دونم این طرح چیه، از این طرح به اساس کدام خیال و با کدام روش جور شده، چی میخوان از اون. یعنی با شما هیچ شرک ساخته نشده؟ به هیچ وجه. ما فقط معلوماتی که داریم، معلومات دست دوم، دست سوم از رابط خود که در بنیاد رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات میگه که ما تمام موارد را شریک ساختیم. خب شریک ساختن اگه به این میگن که بالاخره 3-4 نفر بخوان یک مجلس برای نیم ساعت برشان بگوین که ما با این چیزا پیش میریم، بدون که فرصت سوال و جواب داشته باشن، مشوره داشته باشن، در موضوعات مختلف هم صحبت شد، من فکر میکنم که گوش شریک ساختن در آخرین نیست. مصاحبه که داشتن واقعا همین اینچنین اظهاراتی داشت. کاش میبودن که داخل امرش روبرو صحبت میکردیم و برشون مطرح میکرد با کی شریک ساختن. ممنون. با وجود تماس های مکرری که با آقایان رفیعی بیدار، کمیشنر کمیسیون انتخابات و آقای گلاجان سیاد سخنگوی کمیسیون انتخابات داشتیم، حاضر نشدن به این برنامه تشریف بیارند و در کنارش حتی تلفن خود را جواب ندادند. حالا پرسش اینجاست که اگر کمیسیون انتخابات افغانستان ظرفیت تکنیکی نداشته باشه، چگونه میخواهد که ایروند را برای مردم آموزش بده؟ تا جایی که ما مطالعه کردیم، بحث استفاده از یا مدیریت از، مثلا ما فیلیپین برتون مثال میتم، در فیلیپین در اونجا با وجودی که سیستم مکمل تکنولوژی نیست، یک بخش از انتخابات با تکنولوژی عصری شده، اما مدیریت از تقریبا در دست کمپانی است که او را وارد ساخته. کمیسیون در حالت ناظر قرار داره که نظارت کننده پیشرفت هاست، اما کمیسیون امو کمپانی است که هم از لحاظ تکنیکی مدیریت میکنه و هم از لحاظ از اینکه یک جای اگر با چالش مواجه میشن
امی کمپانی است که بالاخره مسئولیت میگیره برای ترمیمش و برای دوباره عیار ساختن امو روند تکنیکی. دولت هند باز و خوب است که تکنولوژی خودشان آماده ساختن، خودشان مدیریت میکنن و در هر حالت و آماده هستن، اما وقت کار داشتن. بنابراین ما وقت که میایم با وجود خود ما با سیستم منوال هم مشکل داریم، یعنی ما آماده نیستیم که با سیستم ساده منوال انتخابات خود به شکل درستش برگزار بکنیم. هنوز ما محتاج مشاورین خارجی هستیم، هم هنوز هم ما از لحاظ تکنیکی با حمایت اونها نیاز داریم. میگن دیگه اصلا طبیعتا که سوال خلق میشه. من پیشتر یاد داشتم که از لحاظ سیستم حقوقی ما که چقدر ما آماده هستیم که امیر روند قبول بکنیم، و این گپ نیست که بالاخره بیان که میسون در میز خود اول فصل بکنن. طبیعتا که شما نیازمند هستین که بالاخره در قانون، در طرز عمل، در دستور عمل با پروتکل کلان حقوقی صلاحیت شم نداره تغییرات به بار بیارین، چرا که به اساس قانون اساسی صلاحیت اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات با کمیسیون مستقل انتخابات داده شده. اینا وقتی میای یک کمپانی اگه بیاد در بحث انتخابات اونها اداره رو به دوش میگیرن، طبیعتا که این سوال خط میشه از لحاظ حقوقی که چرا یک اداره در دست اداره انتخابات در دست یک کمپانی قرار میگیره. اگر کمپانی نمیاد و کمیسیون این مسئله ارتباط میگیره، کمیسیون تا چه حدی ظرفیت داره؟ ظرفیت را چگونه میبینین؟ واقعا او ظرفیت باید ایره که داشته باشن حداقل دارن؟ ما یاد باشنم که ما در عرصه یک سیستم استفاده سیستم ساده که منوالی است، کاغذی است، اما روش سنتی که ما قبلا استفاده کردیم او است، ما نیازمند کمک های تکنیکی جامعه جهانی هستیم. وقتی ما بحث ما کاملا تکنولوژی میشه، طبیعتا که ما باید با یک دید کلانتر در قسمت جلب حمایت های تکنیکی جامعه جهانی باید باشیم، چرا که تکنولوژی رو گپ ساده نیست که بعضی دوستا در کمیسیون مثال میتن که اطفال ما در خانه با موبایل تچ اسکرین عادت گرفتن و بلد هستن و میتونن کور استفاده بکنن. مسئله تکنولوژی در انتخابات مسئله تلفن نیست که ما او رو با سیستم تچ اسکرین با خود عیار بکنیم. گپی هست که در اونجا پروتکل داخل سیستم است، در داخل ماشین است، یک کسی که رأی خود میده با چه شکل او میره با سیستم داخل میشه، او چه قسم نظارت میشه، چه قسم تفتیش میشه، چه قسم برای مردم دوباره شما قناعت میتین. بنابراین مراحل مختلف از زیر باید برای مردم ما یک حساب بتیم. حالا چگونه شفاف خواهد بود؟ واقعا زمانتی وجود داره اگر بیاین از این سیستم نو استفاده کنن شفافیت انتخابات چگونه خواهد بود؟ شفافیت انتخابات ما در ماشین نمیبینم که ما بیاین شفافیت انتخابات محدود بسازیم یا ارتباط بدیم با ماشین. شفافیت تعریف واضحی داره که چقدر کمیسیون برای مردم باز است. شما مطبوعات به او دسترسی دارین که برتون پاسخ بدن به سوالات متعددی که در میز دارین، برای ورزی کس پاسخ بده. در اونجا شما در مورد هر روش و هر تصمیم و هر موضوعی که شما برتون سوال برانگیز است پرسان بکنید و کمیسیون برتون پاسخ بده. ما نهادهای ناظر تا چه حد میتونیم که نظارت بکنیم و به مردم معلومات ثقه و شفاف و دستاول بدیم بدون کدام سانسور. اما این بزرگوارا که حاضر نمیشن و پای میزها و زمانی هم که تماس میگیریم مکررن جواب نمیتن. در این صورت قابل تشویش از برای ما شما که پروسه بسته میشه. پس حالا سالی که نیکوس از بهارش پیداست. عمل کرد که شفاف نباشه، عمل نهاد که پاسخگو برای مردم بوده نتانه، طبیعتا که ما باز حق تشویش داریم در این مورد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان واقعا اعتماد شهروندان این کشور را دوباره به دست آورده که میخواه انتخابات برگزار کنه؟ نبرد اول باید اینها در مطبوعات داشته باشن. وقتی که ژورنالیست واقع قناعت بودن که زبان مردم است، دید مردم است، طبیعتا که اینها میتونن که بالاخره بره به خط بعدی. کمیسیون باید اگر واقعا میخوان که برای اعتماد سازی کار بکنن، نباید مرز را ترسیم بکنن، نباید برای مردم معلومات بسیار متو سانسور شده و کنترل شده و مدیریت شده را بتن. خوب است که از این که برن حکومت معلومات بسازن، برن نهادگیر معلومات بسازن، بیان سوچه و پاک صادقانه با مردم بحث بکنن. بسیار خوش میشن که بالاخره کمیسیون باید از کمیسیون برن با اعضای سیاسی مشوره بکنن، برن با پارلمان، با اعضای وکلا اونچرا که حال نکردن با مطبوعات بشینن صحبت بکنن. ما برشون پیشنهاد کردیم که حداقل شما خوب است که اگر ماه دو بار جلسات مطبوعاتی داشته باشه که از تمام پیشرفت کارتان در موج ظرف یک ماه دو ماه برای مردم صحبت بکنید. اینی کار شروع کردیم، با اینی روش پیش رفتیم، دیدی با یک چالش مواجه شدیم. این چی مانا که بالاخره بگن که والا بودجه نیست، اگر برای ما بودجه داده شوه یا بالاخره اینی مسئله شوه طرح ما قبول شوه ما انتخابات برگزار کنیم، در غیر از اون ما مطمئن نیستیم. حکومت هم بازتر با صدا بکنه که والا ما اراده برگزاری انتخابات داریم، این صلاحیتی که مثل مستقل انتخابات است. پس در بین ما بالاخره از کی پرسان بکنیم که کی تصمیم باید بگیره،
ما باید تصمیم بگیریم، مطبوعات تصمیم و مردم تصمیم بگیره. خب بالاخره کمیسیون بر اساس قانون صلاحیت عام و تام اداره و نظارت انتخابات به دوش داره، باید تصمیم بگیرن. حکومت هم این حیث یک بخش از انتخابات به چالش بکشونن، برنس پیش پرسان بکنه. اگر طرحتون واقعا طرح بسیار غنی و از واقع بینانه است، برنس پیش دفاع بکنن. اگر واقعا نیازمند و کمک هستین، خب بیاین و به نهادها شریک بسازین که واسه در پلیس انتصاد شود. کمیسیون انتخابات افغانستان هشدار میده، در کناری که مهلت میده و حکومت افغانستان هشدار میده که انتخابات در صورت اینچنین پیش رفتن برگزار نخواهد شد. این هشداردهی چه معنا میده؟ اگر هشدار یک نهاد سیاسی بوده، یک نهادی که صلاحیت تصمیم نداشته باشه، هشدار بوده که ما تحریم میکنیم یا یک بحث دیگه، خب شاید بجا باشه و معقول باشه. اما یک نهادی که خودش صاحب صلاحیت است، خودش صاحب تصمیم گیری است، خودش پاسخگوز برای مردم، خودش یک عالم قوانین در پیش خود داره، قانون انتخابات، قانون اساسی، اگر اینها نمیتونن که او رو تطبیق بکنن یا اعمال نفوذ بکنن، پس در اینجا ضعف به خودشان ارتباط میگیره، خودشان باید پاسخگو باشن، نه اینکه بالاخره بیان از عدالت مطبوعات بر دیگرا تعدید بکنن یا اخطار بدن. اما حکومت افغانستان که گفته حامی برگزاری انتخابات افغانستان هستیم و حامی روند الکترونیک شدن انتخابات، پس فکر میکنین هنوز هم همه چیز در حد یک حرف است؟ ما نباید پروسه انتخابات قربانی عناوین بسیار مقبول و جذاب بسازیم. چیزی که بدبختانه که امروز پروسه ما را خراب ساخته و مبتذل ساخته، اینی می عناوین بسیار جذاب مقبول است. از یک طرف وعده میتونه برای اصلاحات انتخاباتی. اصلاحات انتخاباتی در 3 سال فقط در حد تغییر 5 چند چهره محدود ساختن. یعنی هنوز هم اصلاحات نامده. اصلاحات به افراد نمیشه. به هیچ وجه ما به این موافق نیستم که بگیم که اگر چند کمیشنر رفتن و چند کمیشنر آمدن و اصلاحات شد. تغییرات اداره است. امروز شما مدیریت میکنید جلسه را، همین میز فردا کس دیگه میه. این به ما نیازی نداره کس دیگه اومد بازوی اصلاح میشه برنامه تان. اما خوب بود که اینمی روش ها در ظرف 3 سال سر صحبت میشد. باید حکومت کمیسیون باید از ظرف 2 سال 3 سال گذشته سر تکنولوژی، سر خرد ساختن از انتخاباتی، سر گپای دیگه که امروز زمینه پروسه انتخابات ساختن باید دب خود خلاص میکردن. حالا که از یک طرف وعده میتن که ما امسال انتخابات برگزار میکنیم و وقتم ندارن. رئیس جمهور افغانستان هم چندین بار تکرار کردن و وعده دادن. دقیقاً. از طرف دیگه شما میارن که ما اوزها رو خرد میسازیم. به خاطر که نمایندگی عادلانه مردم شکل بگیره. بسیار خوب. دوم، میان تکنولوژی استفاده میکنن به خاطر که جلوگیری از تقلب شود. بسیار عالی. اما باز میان بالاخره کارهایی را میکنن که مردم به وجه که شاهد پیشرفت شما باشه، میریم به طرف عقب گرد. ما چی وقت بالاخره این صحبت ها را نتیجه چه میبینیم؟ این تکنولوژی را بالاخره چی وقت شما در حد یک فرضیه عملی بیان در یک میز بحث بکنین که بر پاسخ بر سوالات مردم پاسخ بدین؟ سیاسیون مو که داخل بحث بیرون از حکومت هستن سوالات داره برشان پاسخ بدین. وقتی مردم اعتماد بکنه او رو من حیث یک موضوع بسیار اساسی و حیاتی برای انتخابات قبول بکنن، دوباره باز بریم به طرف عملی شدن و اجرایی شدن است. اگر ما بیان 3 نفر 4 نفر بشین در یک جای بشین تصمیم بگیریم، ما هم یک فرهنگ باید دیگه از کشور مردود بکنن که او فرهنگ انحصار است. او فرهنگ ازی است که فقط عقل کل ما باید باشیم. نه خیر، در اینجا در این کشور هر کس حق داره که ابراز نظر بکنه، باید در پروسه داخل شوه انشاب. وقتی پروسه ملی است، ما ملی بودن از بر اساس کدام شاخصه ها باید تعریف بکنیم؟ ملی بودن به این معنی است که بالاخره شما نهاد ایجاد کنید به نام کمیسیون مستقل انتخابات یا حکومت وحدت ملی یا بالاخره رهبران ملی. نه خیر، شما برای مردم باید فرصت بدین، از مردم پرسان بکنید، مشورهشون بگیرید. اگر یک چیزی بسه ولو که با پروسه به خورم نیست قناعت شما داستان. پس حالا بر اساس گفتهایتان واقعا کمیسیون مستقل انتخابات مستقل است؟ همیشه سرش انتخاب کردیم و این ارادم داشتیم که برای استقلالتان باید شما شاخص های عملی ترسیم بکنیم. استقلال در تصمیم گیری، در تطبیق و در اجرای شدن تصمیمتان، در مناسباتتان با هر جنایی که است، چی حکومت، چی رئیس جمهور، چی رئیس اجرا و هر جنای سیاسی دیگه، این مناسبات باید تعریف شود و ما باید حق نظارت از تمام از این موارد داشته باشیم که واقعا اطمینان حاصل بکنیم که کمیسیون مستقل است. ممنونتون. آقایان رفیع الله بیدار و گلاجان صیاد از مسئولان کمیسیون انتخابات افغانستان، با وجود تماس های مکرری که با ایشان داشتیم و تماس ما پاسخ ندادند و به این میز حاضر نشدند. حالا روی بحث امنیتی برگزاری انتخابات یا امنیت انتخابات افغانستان چقدر در نظر گرفته شده؟ فیفا چقدر آگاهی داره در این مورد از روند امو حرفایی کالا در کمیسیون انتخابات و بین حکومت افغانستان جریان داره؟ چقدر این مهم مد نظر گرفته شده؟
فقط سال گذشته از طرف رئیس جمهور دو کمیته ایجاد شد، یک کمیته در قسمت بررسی مسائل مالی پروسه انتخابات و یک کمیته هم در مورد بررسی مسائل امنیتی که تحت سرپرستی وزیر صاحب امور داخله ایجاد شد. و این وقت بود که حکومت افغانستان آمادگی می‌گرفت برای اشتراک در کنفرانس بین‌المللی که بسیار حیاتی بود برای افغانستان. اما زمان که از کنفرانس دوباره آمدند دیگر نه از کمیته یادآوری شد، نه از کمیته کدام گزارش ما گرفتیم، نه کمیته کار خود به شکل مستمر انجام داد که حداقل امروز ما سرش بحث بکنیم. بلان از بابت بررسی های امنیتی انتخابات هنوز هم ما کدام خبری نداریم و پیشرفت هم صورت نگرفته. به اطمینان براتون بگویم اگر بالاخره در جلسه کابینه صحبت میشه بحث امنیت بر کل کشور است، اما مشخصا در قضیه انتخابات بررسی های امنیتی وجود ندارد. پس حالا به قول معروف بحث امنیتی کمیسیون کمی اوسون رفته. هنوز کمیسیون کارهایی که باید در داخل کمیسیون صورت بگیره در بین در میز حکومت و رئیس جمهور باید صورت بگیره هنوز او را خلاص نکردن. بنان کارهایی که میره به طرف ولایات و ساحات و که او مسئله امنیت و لوجستیک و سایر مسئله او برمیخوره، موضوع بسیار هنوز دور است و فاصله ها زیاد داره. حالا پس چرا باید شعاری برخورد کرد؟ 220 میلیون دلار گفته میشه که هزینه انتخابات افغانستان هست، هزینه انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها. حالا حکومت افغانستان این پول را گفته میشه که در حال حاضر نداره و کمیسیون هم هشدار میتیش اگر پول بر ما تسلیم نکنین ما هم حاضر نخواهیم بود تا مدیریت کنیم روند انتخابات را امسال و انتخابات به سال آینده خواهد رفت. فکر میکنین این چنین بی برنامگی آینده را چگونه بر ما هواید خواست؟ ما هنوز در هوا صحبت میکنیم، هنوز به زمین پایین نشدیم و خواهش ما از دوستایی است که یه خوب است که سرزمین بیایم و باز در زمین صحبت بکنیم. ما چرا به حساب عوام فریبران صحبت بکنیم؟ بیاین مسئله انتخابات اموکارهایی که حداقل نیاز به بودجه نداره، همین بحث خورساختن اوضاع انتخاباتی که بین کمیسیون حکومت به یک چناق دلخواه تبدیل شده، ما از او آگاهی نداریم که بالاخره بحث از چی وقت نهایی میشه. کمیسیون دو ماه قبل همین طرح خود برای حکومت داده، حکومت آیا موافق است، مخالف است، نظر داره برای تعدیلش واضح نیست. حالا این بحث امنیت چی است؟ اینجا بحث بودجه چی است؟ خب شما یه بحث رو نهایی بکنیم، بیاین ورده یک پروتکل رسمی قرار بدیم که بالاخره ما اوضاع انتخاباتی رو با این شکلش با این رادش یا قبول میکنیم یا خرد میسازیم یا ولایت یا ولسوالی هر چی است. حالا نمی گفت که واضح نباشه بودجه زیر چه قسم شما مشخص میکنیم با کدام شکل شما بودجه برزو میخواییم. مسئله ثبت نام مجدد مردم به عنوان رای دهنده، تکنولوژی از بایومتریک است، ساده است، با کدام شکل است؟ خو یفت تصمیم میگیرن که یا بر اساس بایومتریک ماشینا به اونجا با کار برده شود یا بعد مثل گذشته از سابقه سیستم ساده و منوالی. اینا رو بعد از بیان سر بودیش بحث بکنیم. ما میگن که بالاخره بیان اول گپاره یفت حساب بکنیم، بشماریم گپای هوایی و خیالی رو بیان در زمین پرتین در یک پروتکل در طرح رو نهایی بسازیم بعد از بیان باز بودیش ترتیب بدیم. پس حالا بر اساس حرفایی که شما زدین انتخابات امسال برگزار نخواهد شد؟ تقریبا یک دو هفته قبل ما یک کنفرانس رو داشتیم، اونجا واضح گفتیم که اگر حکومت مصمم است که انتخابات امسال برگزار بکنه، کمیسیون مساقل انتخابات باید در ماه جوزا تقریم انتخاباتی رو اعلام بکنه و تاریخ انتخابات مشخص بکنه. در غیر از او اگر این کار صورت نمیگیره شما در عملا در وسط زمستان قرار میگیرید. در وسط زمستان از لحاظ موسمی حداقل در مناطق مرکزی کشور، در شمال کشور، در شمال شرق و قسمت‌های نورستان و قسمت‌های پکتیا مناطق سرسیر ممکن نیست. از زمانی که حالا باقی مانده کمیسیون چگونه میتونه استفاده کنه؟ من فکر میکنم که با سمیراد ارتباط میگیره به اینکه کمیسیون خوب است با حکومت روی چند مسئله. اولا در مورد حوزه انتخاباتی گپ روشن بکنن که حوزه انتخاباتی چی است. دوم مسئله ثبت نام ردیدگان به اساس تکنولوژی از یا غیر تکنولوژی از گپ نهایی بسازن. نباید مردم فرصت مردم بیشتر تحت عنوان تکنولوژی یا بگرو بگیرن. نهایی بسازن، اگر تکنولوژی است برن سر تکنولوژی کار بکنن، اگر تکنولوژی با سیستم ساده است برن سر طرح امنیتی، سر طرح لوجستیکیش، استخدامش، پیشبردش، با چه شکل آگاهی آمد باید ما بریم عملا به طرف عملیاتی ساختن روان انتخابات، نه اینکه بالاخره هر روز ما باید در فضای خیالی صحبت بکنیم که اصلاحات و که تکنولوژی و که اوضاع انتخاباتی و که این و آن. ممنون، لطف کردین آقای رشید. آقایان رفیع الله بیدار و گلاجان صیاد از مسئولان کمیسیون انتخابات افغانستان را با تماس‌های مکرری با ایشان داشتیم و تماس ما پاسخ نگفتند و به این میز حاضر نشدند. پس از خبر امشب هم در همین جا پایان رسید. تا درود دیگر، بدرود.